این روزها در اظهارات جست و گریخته ای که از جوانان دستگیر شده و اونهایی که اسیر چنگال اطلاعاتی ها و بازجوهای حکومتی بودند در مورد نحوه فشار به زندانی و یا گرفتن اعترافات دلخواهشون شنیده میشه و از اونجا که در دستگاه در واقع ضد انقلابی رژیم بازجویی یک حرفه شده و روش های خاص خودش رو داره، برای آشنایی بیشتر با این روش ها همراه میشیم با یک زندانی سیاسی دهی 60، خانم بهناز عطارزاده از نروژ. خانم عطارزاده خودشون زندانی سیاسی بودن، دو برادرشون اعدام شده در سالهای 60 و 67. خانم عطارزاده سلام بر شما. سلام میکنم بر شما و خیلی خوشحالم که این امکان بر من فراهم شده که با بینندگان عزیز شما و از طریق سیمای آزادی با مردم دلاور ایران بتونم یک کمی صحبت بکنم. خانم عطارزاده اگه ممکنه در مورد خودتون و خانوادتون صحبت کنید. شما سالها در زندانهای رژیم بودید، از تجاربتون در مورد زندان و بازجویی بگید. در ضمن من اشاره کردم مثل که دو برادر شما شهید شده، بعد متوجه شدم که سه برادرتون شهید شده، که خودتون توضیح بدید دقیق تره. بله، من اول سلام میکنم خدمت مردم دلاور کشورم از بلوچستان تا کردستان و تهران و سراسر ایران که در این چند وقته واقعا چشمانداز سرنگونی رو برای همه ما، به خصوص برای همه مردمی که سالیان سال مبارزه کردن، مقاومت کردن، خیلی روشن کردن. و همچنین سلام میکنم خدمت دلاوران کانونهای شورشی که با مشعل ایمان و آزادی در دست راه سرنگونی این رژیم رو به همه نشون دادن و باعث افتخار و دلگرمی همه ما هستند. من زمانی که 17 سالم بود دانش آموز بودم، در سال 62 به علت هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر شدم و همونجور که شما گفتین سه تن از برادران من به دست این رژیم جلاد سربدار شدن. دو تا از این برادرانم در سال 67 در قتل عام 67 سربدار شدن به همراه 30,000 تن از دیگر فرزندان دلیر مردم ایران، کسایی که از روز اول به دیکتاتوری خمینی و ولایت فقیهش نگفتن. و بله، همینجور که دارین نشون میدین، برادرم محسن 10 سال حکم داشت، 3 سال از حکم خودش را هم گذرانده بود که طبق فتوای خمینی جلاد در قتل عام 67 در زندان وکیل آباد به شهادت رسید. محسن از زندانیان خیلی سرودار و خیلی دلاوری بود، خیلی با روحیه بود و همیشه میگفتش که زندان برای ما ادامه مبارزه است، یعنی یه جاییه که مثل بیرون از زندان ما باید مبارزه‌مون رو ادامه بدیم. زندان در واقع رژیم جنایتکار ولی فقیه هر جا که نشسته پا شده، با هر مقامی دیدار کرده، فریاد زده، هر جمعه آرزوی مرگ و نابودی سازمان مجاهدین رو کرده، ولی به خاطر تشکیلات داشتن، به خاطر آگاه بودن و از علم مبارزه استفاده کردن، سازمان مجاهدین الان 40 سالی که داره قهرمانانه مبارزه میکنه و به این رژیم ضربه های اساسی زده و با کانون های شورشی مبارزه با این، یعنی سرنگونی رو در چشمانداز قرار داده. زندان و بازجو بالاخره همونجور که ما میدونیم اینا بازجوهای حرفه‌ای هستن و شناخت کارکرد شکنجه و بازجویی برای یک زندانی از واجبات و باید بدون نحوه مقابله با بازجو رو و اینی که اینا از چه ترفندهای استفاده میکنن و این خیلی خودش کمک میکنه برای اینکه یک زندانی مقاوم بتونه روحیه مقاومت رو حفظ کنه و این روحیه رو به بقیه هم منتقل بکنه. مثلا یکی از شیوه هایی که اینا در بازجویی اساسه
کار اینا بر اینه که بخوان روحیه مقاومت رو در زندانی بشکنن و متزلزلش بکنن. این موردهای زیادی هست، کار زیادی هست که میکنن برای اینکه مثلا زندانی رو بشکنن. مثلا از جمله اینی که از اول که به زندانی چشم بند میزنن تا اون فضای رعب و وحشت و اینی که نمیدونی که کجا هستی و کیا دور و برت هستن، ساختمون و فضا و محیط چجوریه، این به زندانی منتقل بکنن. امکانات طبیعی رو از فرد میگیرن، فرد رو میندازن توی زندان انفرادی که در اونجا دسترسی مثلا به کتاب، حتی قرآن نبود، حتی قرآن رو نمیدادن زندانی بخونه که مبادا نهج البلاغه، که مبادا زندانی روحیه بگیره. چقدر مثلا سعی میکردن که این روحیه رو از زندانی بگیرن، مثلا کمبود غذا، سرما، نمیدونم امکانات بهداشتی، اینا همه از چیزایی بود که مثلا سعی میکردن به وسیله این زندانی رو تحت فشار بذارن. از متدهای خیلی مختلف استفاده میکردن برای اینکه روحیه مقاومت زندانی رو بشکنن. مثلا یکی از علاوه بر اینکه خب شکنجه های فیزیکی و همه چیزایی که ما میدونیم زیاد راجع به این صحبت شده، یکی از شکنجه های رایج این بود که، یا یکی از متدها این بود که مثلا بیا یه چیزی بنویس، حالا زیادم چیز مهمی نیست، شروع کنی بنوشتن. همینی که مثلا بازجو بتونه مثلا به شما یه حرفی بزنه و شما اونو گوش کنین، مثلا یه چیز ساده بنویس، نمیدونم مشخصات مثلا 4 تا دوستاتو بنویس، یا آدرس خونه‌تون رو بنویس، یا حتی مثلا راجع به تاریخچه سازمان مثلا چی میدونی، همون چیزایی که همه جا هست، تو کتابا هست، مثلا تو منابع دیگه هست. خب زندانی میخوان که به این وسیله زندانی رو دست مثلا به قلم ببرن، زندانی رو یه جورایی خنثا بکنن که بتونه شروع کنه به حرف زدن و بعد ادامه بدن. مثلا من یادمه که در مواردی به مثلا به یه کسی یه سرنخ کوچیک از یه چیزی داشتن، بعد مثلا می اومدن همون سرنخ رو زندانی میگفتن، بعد میگفتن که خب ما که میدونیم مثلا فلان چه میدونیم تا کجا رفته بودی، با چه ماشینی رفته بودی، نمیدونم سرنخ های کوچیکی شاید مثلا خیلی هم خیلی کم اهمیت باشه، ولی مثلا این تصور در زندانی ایجاد بکنه که خب مثلا این اطلاعات لو رفته. در مواردی مثلا به زندانی میگفتن که مثلا فلانی که دوست تو همه چی رو گفته دیگه، تو برای چی مقاومت میکنی، بیا بگو دیگه، خودت هم عذاب نده، مثلا وقتم تلف نکن. یادم میاد که توی موردی به همسر یک زندانی رو دستگیر کرده بودن، بعد به زندانی گفته بودن که به همسر زندانی گفته بودن که بگو که مثلا فلانی و فلانی هم دستگیر شدن و همه چیو گفتن. خب همسر زندانی فکر کرده بود که مثلا خب اونا که دستگیر نشدن حالا موردی نداره، حالا ما که مثلا حالا اینم بگم مثلا بالاخره فشار اینا کم میشه و اینا. بعد همسرش گفته بود که فلانی و فلانی دستگیر شدن و همه حرفاشونو زدن دیگه، بعد تو هم حالا مثلا اگه مثلا یه چیزی بگی خلاصه مسئله یه طوری حل بشه و اینا. بعد اون زندانی مقاوم برادر مجاهدمون گفته بود که هر کسی مسئول عمل خودشه، هر کی هر چی میخواد بگه بگه، من چیزی برای گفتن ندارم، من مسئول اعمال و کردار خودم هستم. و یک تو دهنه بزرگی به بازجوها زده بود که بالاخره مقاومت، روحیه مقاومت، زندان جزی از میدان مبارزه است و به این وسیله به اصطلاح تو دهنه بزرگی به بازجوها زده بود. و توی مورد دیگه یادمه که مثلا میگفتن که اگه مثلا این قسمت این قضیه ما میدونیم، یا اگه این کارو بکنی یا اگه اون کارو بکنی فشار از روز برداشته میشه، یا قولای میدادن که مثلا ما میتونیم این کار انجام، یعنی همش چیزایی بود فقط برای اینکه زندانی رو بشکنن، برای اینکه بتونن مثلا وادار به حرف زدن بکنن. یکی از کارهایی که میکردن، الان دوست دارم ذکر کنم، این بود که اجازه نمیدادن که مثلا اون روحیه جمعی در بین مثلا افراد برقرار باشه، روحیه همدردی، کمک کردن به همدیگه، که مثلا روحی مقاومت، مثلا اون پیام مقاومت که یه زندانی میتونه به زندانی بغل دستیش بده، اینو مثلا میخواستن از بین ببرن. یادمه که مثلا یه زندانی تعریف میکرد، میگفتش که
کمک کردن جرم بود، یعنی اگه میدیدن که کسی داره به کسی کمک میکنه جرمه، خب میبردن بازجویی که تو چرا این کارو کردی. و ما به عنوان مثلا زندانی میدونستیم که این کارا برای اینه که روحی مقاومت رو بشکنن. و وقتی که ما این شناختو به دست میاریم، این ترفند از دست بازجو گرفته میشه. بلد. خانم من تازه با توجه به وقت محدودی که داریم، اجازه بدید من سوال دوم رو مطرح کنم. شما در رابطه با بازجویی از زندانی گفتید، سوالم اینه که این اطلاعاتی ها و رژیم در برخورد با خانواده های زندانیان چه کار میکردن و چه حرفایی میزدن؟ ببینیم، از میخوام از مورد برادر خودم استفاده کنم. وقتی که مادر بزرگ من میرفت ملاقات، به مادر بزرگ پیر من میگفتن که این اگر که بیاد دو تا خط بنویسه یا توی زندان زیاد سر صدا نکنه ما آزادش میکنیم. البته که ما میدونیم این حرفا همش دروغ بود، ولی در این حال از مادر بزرگ پیر من استفاده میکردن. اونم میرفت میگفتش که به خاطر ما، به خاطر ما مثلا آروم باش، چیزی نگو، مثلا زیاد سر موزه نباش به قول معروف. برادر من خطاب به مادر بزرگ هم گفته بود که ما از اونایی نیستیم که بگیم که مبارزه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. اینجا زندان بخشی از مبارزه ما هست. مثلا در موردی میدونم که یه مادر پسر رو گرفتن، پسر اصلا از هیچ چیزی نه اطلاعی داشته نه سابقه ای، فقط اون بچه رو گرفتن برای که عامل فشار برای مادرش بشه. بعد به پسر گفتن که ما چرا نرفتیم پسر همسایه شما رو بگیریم، چرا اومدیم تو رو گرفتیم؟ خب به خاطر مادرته، مادرت اگه این کار رو نمی کرد ما تو رو هم نمی گرفتیم. یعنی یه وسیله ایجاد می کنن که مثلا زندانی رو اهرم فشار رو ببرن توی خانواده خود زندانی، یا مثلا به بچه تون بگین بیا دو تا خط بنویسه که مثلا مشکلش حل بشه. ما بارها دیدیم که مثلا زندانی ها رو مثلا تحت فشار گذاشتن از طریق خانواده. این هم دیگه یکی از دستاوردهای این رژیم دجاله، همونجور که در میدونیم در اشرف قهرمان مزدورای اطلاعاتی رو تحت نام خانواده میبرد که شعار بدن و خانواده ها رو تحت به بچه ها رو توی اشرف تحت فشار بذارن، وادار به تسلیم بکنن. این امتداد همون خطه، ولی کور خوندن مردم ایران و رهبری مجاهدین با کانونای شورشی این رژیم رو سرنگون خواهند کرد و 40 سال این مقاومت این ادامه داره. یعنی از روز اول که مجاهدین نگفتن و همین الان که مردم به این نتیجه رسیدن که سر خم قدغن، واقعا مقاومت تنها جواب در مقابل این رژیم. بله، تشکر میکنیم خانم عطارزاده از وقتی که گذاشتید و توضیحاتی که برای ما دادید. بینندگان عزیز، این گفتگویی بود با خانم بهناز عطارزاده در مورد تجربه خودشون به عنوان یک زندانی سیاسی که سه برادرشون توسط این رژیم به شهادت رسیدن و همینطور تجربه‌ای که داشتن در رابطه با برخورد رژیم و اطلاعاتی‌ها با زندانیان و خانواده‌های اونها.